بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان سلام خوش آمدید به گزارش بورس امروز دوشنبه شیشم اردی بهش ماه سال 1400 بنده هاشم آردم هستم و اینجا استدیو اقتصاد آنلاین خیلی خوشحالم که در خدمت شما هم طبق معمول بعد خدمتون ارز کنم که این ویدیو رو میتونید از بسترهای مختلفی مثل اینستاگرام بورسینه و اقتصاد آنلاین وبسایت اقتصاد آنلاین اکانت های یوتیوب و آپارات اقتصاد آنلاین در توییتر و خلاصه همه بسترها میتونید به صورت زنده تماشا کنید الان هم دارید ما رو زنده تماشا میکنید اگر دوستان فرصت نکردن برنامه رو ببینن بعدا در تمامی این بسترها ویدیو آپلود میشه یکی دو ساعت بعد از پایان برنامه و ضمن اینکه اگر نمیتونن تصاویر رو ببینن دوستان میتونن از در واقع وایس برنامه رو از تلگرام و کست باکس به صورت زنده گوش بدن و بعدا هم از کست باکس فایل صوتی رو دریافت کنن و بهش گوش بدن آه. خیلی خوش آمد میگم به دوستانی که دارن به جمع ما اضافه میشن خدمت شما ارز کنم که بازار همچنان در شرایط نامساعدی قرار داره همچنان فروشندگان دست بالا رو دارند و خریدارها از خودشون ضعف نشون میدن یا تمایلی به خرید نشون نمیدن هرچند که امروز کمی معاملات بازار بهبود پیدا کرده بود با به واسطه ادامه رشد قیمت جهانی ملی امس امروز تا صف خرید جلو رفت فولاد مبارکه مثبت شد ولی سهم های بزرگ و شاخص ساز هستند که مورد توجه بخش قلیلی از فعال هایی که توی بازار موندن قرار گرفتن. سهم های کوچکتر صرف نظر از اینکه ارزنده هستند یا ارزنده نیستند قفلا در صفحه فروش و این باعث میشه که خیلی فضا متشنج و ملتهب باشه خیلی ها ناراحتن واقعا از قضیه بازار سهام و اتفاقی که افتاده باعث شده که همه احساس کنن که مقبون شدن ما بارها راجع به وضعیت بازار سهام در سالی که گذشت صحبت کردیم و حتما هم نظرم با دوستانی که معتقدن که دولت کوتاهی کرده یا اینکه در واقع با مفروضات بازی کرده و بازار سهام به این شکل در اومده اما حالا بگذاریم از تجمعاتی که میشه اعتراضاتی که میشه طبیعی هم هست همه ناراحتن یا احساس میکنن که گول خوردن خدمت شما ارز کنم که یه سری اتفاقات هم توی بدنه هرفهی و کارشناسی بازار داره میفته که من شخصا به عنوان یک فعال جز در این بازار خوشحال نیستم ازش و امروز میخواستم که این موضوع رو با شما دوستان عزیزم در میون بگذارم احتمالا در جریان هستید که نامه دوم فعالان بازار سهام دیشب در فضای حالا رسانه این منتشر شده یکی دو تا رسانه منتشرش کردن قبل از اینکه وارد بحث خود نامه دوم بشیم خاطرتون باشه ما دو روز پیش راجع به نامه اول صحبت کردیم یکی از منتقدین این نامه رو در واقع روی خط تو بردیم و باهاشون صحبت کردیم که نظر خیلی از دوستان این بود که باید موافق ها هم بیان و صحبت بکنن که حالا موافق ها دارن در جای جای مختلف حالا هر جا که تریبون دارن کم هم تریبون ندارن دارن صحبت میکنن حالا اینکه نامه اول مخالف داشته باشه بیشتر از روی شاید بگیم نیتخانی مخالف داشته یعنی ما ترسمون از این بود که نامه اول بخواد تبدیل به اقدامات یا پیشنهادات یا تصمیماتی بشه که منجر میشه به در واقع اتفاقات خطرناک در بازار سهام اگر دیروز دیده باشید توی کلاب هاست یه مناظره هم بود توی یکی از این شبکه های اجتماعی که در واقع یکی از این روم های تخصصی که وجود داشت خیلی هم بحث به نتیجه نرسید ولی ته تهش طرفداران اون نامه اومدن فرمودن که نیت خانی نکنید حرف تو دهن ما نذارید ما نگفتیم نرخ بهره دستکاری بشه بله واقعا هم توی نامه مستقیماً نگفتن که نرخ بهره دست دستکاری بشه اما الان توی نامه دوم متاسفانه هر آنچه که ادعا کردن فعالای بازار سهام و امضا کنندگان نامه اول داره نقض میشه یه جورایی حالا خدمتون عرض خواهم کرد خاطرتون باشه دو روز پیش راجع به این صحبت کردیم که مداخلات دولت در بازار از برج پنج تا الان بیشتر از اون که منجر بشه یا منجر شده باشه به بهبود وضعیت بازار وضعیت بازار رو بدتر و بدتر کرده حالا ممکنه ما تعاریف مختلفی داشته باشیم از وضع خوب یا بد بازار از نظر من بازاری خوب است که نقد شونده باشد بازاری خوب است که ورود و خروج بهش راحت اتفاق بیفته بازاری خوب است که انعطاف پذیر باشد بازاری خوب است که تحولات رو سریع در دل خودش نشون بده اما از نظر خیلی های دیگه ممکنه بازار خوب بازاری باشه که صرفا قیمت هاش رو به بالا باشه طبیعی هم هست در شرایط فعلی که تعداد قابل توجهی از آدم ها من جمله فعالای قدیمی تر بازار فعالای جدیدتر بازار همه متضرر شدن طبیعیه که انتظارشون از بهبود بازار یا انتظارشون از عبارت بهبود بازار افزایش قیمت ها باشه کی بدش میاد حتما همه خوششون میاد که الان قیمت های سهام رشد بکنه اما در مقطعی خصوصا از بهمن ماه به این طرف از اواخر بهمن ماه به این طرف دیگه یه جورایی نقد شوندگی فدا شد تا بازار ریزش قیمت نداشته باشه و این همونی این همون موضوعی بود که ما بارها نسبت بهش انتقاد داشتیم و اینجا صحبت کردیم دوستانمون هم اومدن کامنت گذاشتن یه سری را یه سری ها رو اووردیم و باشون با زنده صحبت کردیم در اون مقتع واقعا نمیشد خیلی این تصمیم رو خدمت شما ارز کنم که نقد کرد یا ازش انتقاد کرد چون تبدیل شده بود به یک تابویی بین فعالای بازار چرا که این تصور ایجاد شده بود که اگر دامنه نوسان نامتقارن اعمال بشه و حالا به قولی از سمت مثبت سهم بتونه سه برابر سمت منفی رشد کنه یعنی منفی دو تا مثبت 6 نسبت های ریسک به ریوارد تو بازار تغییر میکنه و فروشنده ها دستشون میسوزه و پشیمون میشن فشار فروش کاهش پیدا میکنه و بازار به تعادل میرسه چرا؟ چون در اون مقطع همه فعال های بازار معتقد بودن فشار فروشه که داره باعث ریزش بازار میشه یعنی در واقع همه معتقد بودن که بازار ارزنده است و این فشار فروش فشار فروش غیر منطقیه که داره بازار رو خراب میکنه حالا با اون در واقع تصمیماتی که اتخاذ شد دامنه نامتقارن و فدا شدن نقدشوندگی الان مشخص شده که نه مشکل بازار فشار فروش نبوده مشکل بازار در واقع عدم وجود تقاضای مؤثر بوده و حالا پیشنهادها به سمت دستکاری سمت تقاضا داره میره ما چیکار کردیم توی دو ماه گذشته نقد شبندگی بازار رو فدا کردیم که بازار نریزه اما بازار ریخت آقای دهقان دهنوی رئیس کل رئیس در واقع سازمان بورس یکی از دلایل اتخاذ این سیاست رو اومدن خدمت شما ارز کنم که این, این اعلام کردن که ما قراره که به فعالای بازار یه مقدار وقت بیشتری بدیم که بیشتر فکر کنن بیشتر تحلیل کنم فکر میکنم دو ماه برای فکر کردن و تحلیل کردن کافی بوده همچنان متاسفانه بازار احساس میکنه که این قیمت ها ارزنده و جذاب نیستن چون اگر این طور فکر میکردن الان تو سمت خرید ما قدرت بیشتری رو شاهد بودیم بارها ما راجع به جزئیات بازار هم صحبت کردیم و از اینکه بازار یک دست شده در واقع سهم های خوب آ... یا اینجوری بگیم تر و خشک بازار داره با هم میسوزه سهم های خوب دارن میرن زیر فشار فروشی که سهم های بد دارن حالا سهم خوب و سهم بد منظورم سهم گران و سهم ارزنده است راجب اینم صحبت کردیم که در واقع اتفاقا همین دامنه نامتقارن باعث شده که بازار یک دست تر بشه ما بارها اینجا حداقل من فکر میکنم که الان بشه مثلا 50 تا سهم اسم برد که دارن با پی بی بی بسیار مناسب معامله میشن قیمت های مناسبی دارن اما خریدارها به خاطر اینکه میبینن فشار فروش چقدره میترسن و دست میکشن از خرید به جای اینکه متولی بازار بیاد این ریز ساختارهای بازار رو تغییر بده و بهبود بده متاسفانه هم متولی بازار نگاهش به متغیرهای کلانه هم فعالای بازار به متغیرهای کلان نگاه دارن و دارن سعی میکنن که حالا هر جوری شده این قواعد به یک ترتیبی به نفع بازار سهام تغییر بکنه قافل از اینکه واقعا همین الان هم آردی خیلی از سهم ها ارزنده هستند ما اینجا حالا راجع به سهمایی صحبت کردیم بگذریم از اینکه اون سهمایی که ما هم در صحبت کردیم متاسفانه دوچاره افت قیمت شدن به خاطر شرایط منفی کلی بازار اما واقعا اون کسایی که مثلا فولاد مبارکه 1300 400 تومانی خریدن کار غیر منطقی نکردن یا اونایی که الان دارن فملی مثلا 1200 تومانی میخرن به نظر من کار غیر منطقی نمیکنم با توجه به قیمت های جهانی قیمت های جهانی هم اونقدر تحلیل بردار نیستش که ما مطمئن بگیم که قرار قیمت های جهانی بریزه <تصفح> یا قرار بره بالا میدونیم که متقید بی نهایت متغیر داره روش تاثیر میذاره و ممکنه که اتفاقا قیمت ها رشد کنن ممکنه که همین بمونن قیمت های جهانی رو عرض میکنن ممکنه کاهش پیدا بکنن ولی معمولا اینجوری بوده که تو بازار سهام قیمت های روز به عنوان ملاکی برای قیمت های آینده هم در نظر گرفته می شدن واسه همین بوده که همیشه این مصطلح بوده که نمادهایی که به قیمت های جهانی وابسته هستن با یه قوره سردیشون میکنه و با یه مویز گرمیشون میکنه یعنی اینکه قیمت های جهانی کوچکترین تغییری که میکنن قیمت های بازار سهام وابسته به قیمت های جهانی هم به شدت تغییر میکنه این چند وقته تو این چند ماه این ارتباط متاسفانه گسسته شده خیلی معتقدن به خاطر اینکه نمادهای وابسته به قیمت جهانی بیش از اندازه رشد کرده بودن الان این ارتباطشون از بین رفته خیلی معتقدن که نه فقط فضای ترسه که باعث شده این ارتباط از بین بره خلاصه همه ای اینها دست به هم داده به هم دیگه در واقع اینطور بگم که این شرایط دست به دست داده که وضعیت بازار اونچه که میبینیم باشه من همچنان معتقدم اون کسانی که با یک دیدگاه باز, باز, در واقع یک بازه زمانی بلند مدتی اینجاها اقدام به خرید میکنن حتی قبلتر تو قیمتهای کمی بالاتر اقدام به خرید کردن در میان مدت و بلند مدت حتما تصمیم خوب و در واقع بهتری گرفتن نسبت به سایر بازارها اما این ماجرای بازی دیگه داره قضیه رو لوس میکنه امیدوارم که شما نامه دوم رو خونده باشید چون من اینجا قصد ندارم که کل نامه رو خدمت شما ارز کنم که براتون بازگو بکنم فقط میخوام فرازهایی از این نامه رو مورد اشاره قرار بدم و اظهار ناراحتی کنم از اینکه فعالان بازار سرمایه همکاران ما متاسفانه اینقدر محتوای کم عمقی رو دارن منتشر میکنن و زیرش حاضرن امضا بزنن که خب ته تهش همین میشه که بازار سهام نفوذی در سیاست گذاری کشور نداره وقتی که سیاست گذار یا متولی بازار این همه حرف زد و نقیز میشنوه این همه عمق کم تحلیل ها رو میبینه طبیعیه که برای فعالای بازار سهام وزن قابل توجهی قائل نشه این نامه دوم رو من براتون تعریف کنم که دیشب اه گفته میشد که یک نامه آماده است برای امضا شدن و منتشر شدن این نامه خب طبیعتا برای ما هم فرستاده شد که منتشرش کنیم نامه محتواش به قدری برای بنده عجیب بود که مجبور شدم برم ببینم که امضا کننده های این نامه چه کسانی هستند گفته میشه که این نامه با امضای 124 فعال حرفه بازار سرمایه و حالا اون چیزی که خودش خود نامه اشاره کرده گفته که این نامه توسط جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه و اساتید عالی رتبه مالی تهیه گردیده است اما توی اسم هایی که امضا کرده بودن نامه رو خب برای من سوال بود دیگه چه کسی حاضر زیر این نامه رو امضا بزنه رفتم نگاه کردم دیدم که ماشاءالله از دوستان و رفقای ما تعداد و قابل توجهیشون اسمشون هست من سعی کردم که با این دوستان همون شب در واقع شبونه ارتباط بگیرم ببینم که واقعا چنین نامه صحت داره حداقل ده دوازده نفر رو من پیدا کردم که گفتن که ما اصلا روحمون هم از وجود چنین نامه خبر نداشته دوستانی که دیروز در کلاب هاست و در مناظره ای که راجع به همین موضوع ترتیب داده شده بود در واقع درباره نامه اول ترتیب داده شده بود اومدن صحبت کردن و اتفاقا به زرس قاطع میگفتن که نه ما اعتقاد به دست، دستکاری نرخ بهره نداریم اعتقاد به کاهش نرخ بهره نداریم اعت، اعتقاد به خیلی از چیزهایی که تو نامه دوم مطرح شده اعتقاد نداریم اما متاسفانه اسمشون توی نامه دوم به عنوان امضا کننده هم بود ما در واقع دوستان پرسیدیم خیلی هاشون گفتن که ما اصلا روهمون هم از این نامه از وجود این نامه خبر نداشته و اینکه گفته میشه 124 فعال بازارهای مالی این نامه رو امضا کردن تا اینجاش ما میدونیم که این عدد 124 تا که متاسفانه دروغه اما بگذریم از این بی اخلاقی که اتفاق افتاده بریم ببینیم, ببینیم که توی نامه چه استدلالی شده و چه راهکارهایی پیشنهاد داده شده این نامه در واقع یه جورایی خطاب به بانک مرکزی نوشته شده چون عنوان نامه هست جایگاه بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی حالا اینا رو کلمات رو که آدم کنار هم قرار میده واقعا بی بودنشون به هم رو متوجه میشه ولی خب حالا از اینا که بگذریم ولی این نامه در واقع یه جورای خطاب به بانک مرکزی نوشته شده یک سری مقدماتی داره و میاد از اتفاقاتی که در سال 99 افتاد بر سر بازار سرمایه که سر اون یه جورایی با هم توافق داریم میاد به اینها اشاره میکنه که واقعا سوء استفاده شد از این بازار بله سوء استفاده شد با این هم مسئله ای نداریم بعد اومده یک سری واقع از متغیرهای آهایی شده گفته در سال 99 مت... آمارها مبلغ 38 همت واگذاری واگزار... سهام دولتی و صندوق های ETF اتفاق افتاده 17 همت مالیات بر نقل و انتقال 15 همت سهام دولت سهام دولت 20 همت ارزه اولیه شرکت ها چه ربطی به دولت داشته 15 همت ارزه 60 یعنی این 15 همت رو من نمیدونم جدا گرفتن از اون 20 همت وزیر مجموعه ها و 43 همت رد دویون به بانک ها باز این چه ربطی داره من نمیدونم و 176 همت فروش اوراق بدهی از بازار سرمایه تامین گردیده مجموعا 324 هزار میلیارد تومان اون دوست عزیزی که این عدد رو نوشته واقعا فکر کنم تصوری از آمار و ارقام نداره 324 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین شده 176 همت فروش اوراق بدهی بوده اوراق اراد که 120 همت بوده اون 50 همتی که میبینید رولوور اخزا بوده هیچی ته تهش هر جوری که حساب میکنی در سال 99 از بازار سهام 40 همت بیشتر تامین مالی نشده حالا بازار بدهی داستانش فرق میکنه ما تو همین برنامه هم راجبش توضیح دادیم که بازار بدهی از یک ممر دیگه ای داره جذب منابع میکنه و بازار سهام از یک ممر دیگه این دوتا با هم فرق دارن اونقدری که ما فکر میکنیم به هم وصل نیستن القصه ادعا کردی که 324 همت از بازار سهام خارج شده این عدد عدد درستی نیست اگرچه ما موافق این هستیم که ارقامی از بازار سهام توسط دولت خارج شده ولی دولت به جاش دارایی فروخته قبول داریم که گرون فروشی کرده ما همون موقع راجب صندوق پالایش صحبت کردیم راجب دارایی صحبت کردیم قبول داریم که پالایش رو دولت گرون فروخته قبول داریم که شستا توسط زیر مجموعه دولتی حالا تامین اجتماعی نمیدونم چقدر میتونیم وصلش کنیم به دولت میدونم نمیخوام دربارش حرف بزنم باشه تا رو ما اون موقع هم صحبت کردیم که گرون عرضه شده یا اینکه رالی سعودی قدرتمندی که تو تا اتفاق افتاد نادرست بود نباید اتفاق می افتاد اینا رو قبول داریم ولی این عدد 324 همت اصلا همچی عددی وجود نداره حالا بگذریم از اینکه 324 همت این یه ادعای نادرستیه که توی نامه کرده توی در واقع بحثای مقدماتی بعد اومده یه سری کانال رو تعریف کرده که اینها ارتباط میذارن روی بازار سهام میگن کانال نرخ بهره خب نرخ بهره رو بازار سهام تاثیر داره بر منکرش لعنت کانال نرخ ارز نرخ ارز هم طبیعتا روی بازار سهام تاثیر داره اعتبار حتما تاثیر داره همه اینا رو اومدن عنوان کردن اینا یه جورایی به نظر میاد که خب بدیهیات همه ما میدونیم همه همه حتما میدونن که اینها تاثیر میذاره اوکی Uh, و خدمت شما ارز کنم اومده یک بررسی آماری کرده یه رگرسیون زده یه همبستگی حساب کرده همبستگی بین نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه حساب کرده و 124 نفر حالا گفته میشه که اومدن که زیر این نامه رو امضا کردن برای اینکه شکل و شما، شمایل علمی بهش بده دیگه اومده همبستگی نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه حساب کرده این این که همبستگی نقدینگی تورم رو حساب کنید خب که چی؟ اینا هم که بدیهیاته همه اینا رو میگه سلام نه همش هم قبول داریم ولی یه جایی میاد مثلا از وظایف قانونی بانک مرکزی میگه مثلا میگه که بانک مرکزی موظفه که زمینه هدایت صحیح نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی رو وظیفه داره که این نقش رو ایفا کنه بگذریم از اینکه اقتصاد دونها با این خدمت شما ارز کنم که اقتصادون ها با این استل با این حالا لفظی که خیلی مستلح شده مخالفن ما چیزی به نام هدایت نقدینگی نداریم هیچی از اینم بگذریم بریم سراغ پیشنهاداتشون یعنی در واقع من مقدمه رو ازش عبور میکنم پیشنهاداتشون چیه؟ اصلا فرض بفرمایید که قارتی اتفاق افتاده در بازار سرمایه که من تا حدودی حتما موافقم بارها هم سوابق ما ویدیو همه موجوده راجع به این قضیه صحبت کردیم راجب به نقش مخرب بانک مرکزی در بازار سرمایه صحبت کردیم حتما اینا رو خاطرتون هست دیگه اگر دنبال کننده ما بودید از اون موقع اما چه راه حلی داریم الان این اتفاق افتاده شما میتونید بگید که مثلا یه دادم آدم باید محاکمه بشن خب این چه نفعی برای بازار سرمایه داره بعد یه عده ممکنه بیان بگن که بازار رو جذاب کنید خب چجوری جذابش کنید؟ هر کی ممکنه یه راهکاری بده دیگه حالا راهکاری که این دوستان دادن چیه و چرا اینقدر برای بنده ناراحت کننده است پیشنهاد اولی که دادن در واقع راهکار اولی که دادن گفتن اجرای تکلیف قانونی تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس از تاریخ تصویب و قانون تا کنون این که میفرمایند صندوق توسعه ملی باید یک درصد منابعش منتقل بشه به صندوق تثبیت بازار سهام این درسته و قانون هم این رو سهه میذاره بهش اما در شرایطی که همین الان دولت با در واقع بانک مرکزی و صندوق توسعه مشکل داره حالا با بانک مرکزی بیشتر مشکل داره و ازش در واقع بودجه میخواد بابت ارزهایی که دولت در خارج از کشور داره یا معلوم نیست داره و ما به ازاش ریال میخواد از بانک مرکزی نمیدونم احتمالا پیگیر ماجرای درگیری آقای نوبخت و آقای همتی تو رسانه ها بودید دیگه آقای همتی یه بار اومد گفتش که ما در واقع دارایی های دولت رو تسییر کردیم و سالهای 98 تا 99 پول چاپ کردیم و این عین استقراض از بانک مرکزی میمونه بعد آقای نوبخت اومد جواب داد که ما نه تنها بدهکار نیستیم به بانک مرکزی بلکه طلبکاریم ما یه سری ارز داریم که بانک مرکزی باید ریالش رو به ما بدهد گفته میشه که بانک مرکزی در حالا رایزنی هایی که با بیت هم داشتن این مجوز رو گرفتن و این تاکید رو گرفتن که دلارهایی که ماهیتشون دلار یا حالا ارزهایی که وجودشون مسلم نیست یا در اختیار نیست رو بانک مرکزی نمیتونه و نباید ما به ازاش ریال بده ماجرای صندوق هم همینه من قبول دارم که این قانون باید تصویب میشد باید اجرا میشده تا الان هم باید اجرا میشده ولی در نظر داشته باشید که اصلا ارزی وجود نداره که تبدیل به ریال بشه که بیاد سمت بازار خب این رو عمده فعالای بازار میدونن و میدونن که این حرفی که الان دارن میزنن این قانون اگر اجرا بشه پایه پولی تقویت میشه و به شدت تورم زاز. ما به عنوان فعال بازار سهام نمیتونیم کل اقتصاد رو نبینیم و فقط منافع خودمون رو در نظر بگیریم اما با این موضوع در, در با پیشنهاد اول اجازه بدید که ما مخالفتی نکنیم چون قانونه این درست خب الزام به بازگرداندن وجوه خارج شده از بورس توسط دولت در راستای ایفای نقش حمایتی بانک مرکزی از ثروت ملی اولا که تو نامه ادعا کردن که 324 هزار میلیارد تومن دولت خارج کرده اول باید بیان این ادعا رو ثابت بکنن که کجا بوده و چه جوری بوده ضمن اینکه اگر همچنین اتفاقی افتاده ما انگار فراموش کردیم که تا همین 7-8 ماه پیش تا قبل از انتخاب آقای بایدن همه چشماندازشون این بود که دلار 60 تومن رو میبینه کسری بودجه شدید و شدیدتر میشه تورم شدیدتر میشه ما ونزوئلایی میشیم واقعا این چشمانداز وجود داشت و منم قبول دارم یعنی تو اون مقطع که به اقتصاد نگاه میکردیم ما داشتیم به سمت پرتگاه میرفتیم و یک در واقع مسائلی باعث شد که این تصمیم گرفته بشه یک مسائلی باعث شد که دولت مجبور بشه دارایی بفروشه وگرنه شما که میدونید دولت علاقه ای نداره به فروش دارایی تازه این دارایی هم که فروخته ت... تو قالب ETF ها دارایی کم و شکم. ما بارها اون موقع راجبش صحبت کردیم که خدمت شما ارز کنم که اینها فروش دارایی نیست فقط یک شوه چرا که کنترل و اختیار رو دولت داره نگه میداره فقط ای پی موهومی که وجود نداره رو داره منتقل میکنه و فقط یه پولی داره از مردمی اما یه دلایلی باعث شد که دولت و بانک مرکزی مجبورشن شن اوراق بفروشن حالا شما میفرمایید دولتی که احتمالا در سال آینده میتونه تا 400 همت کسری بودجه داشته باشه این 300 همت هم برگردونه به اقتصاد یعنی این پول رو بیاره توی بازار سرمایه خرج کنه بعد از کجا بیاره پولی که گرفته کرده اگر خرج نکرده بود که توی فروردین ماه نوبخت و همتی با هم مشکل دعوا نمیکردن که پول خرج شده الان از کجا بیاره پول چاپ کنه بریزه تو بازار منظورتون اینه آه. تخصیص خطوط اعتباری بدون بهره به ناشران جهت خرید سهام خزانه یعنی بهره صفر اقتصادی که 30 درصد تورم داره در بهترین حالت سال آینده 20 درصد تورم داره در بهترین حالت سال 1400 این رانت رو بدیم بعد این پوله که پمپاژ میشه از اون برم از بازار خارج میشه سر از بقیه بازار رو در میاره این هدایت نقدینگی رو من نمیدونم این دوستان از کجا واقعا اوورد هدایت نقدینگی یعنی چی بازارها این ظروف مرتبطه به هم ربط دارن شما نمیتونی نقدینگی رو یه گوشش پمپاش کنی انتظار داشته باشی که همونجا بمونه اونم هم چی نقدینگی تازه نفس الزام مدیران شرکت های دولتی و زیرمجموعه هایشان و حتی بانک ها در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه های خود به ویژه سهامی صح... که دوره رونق از... در دوره رونق از جانب این بخش ها واگذار شده است با کدوم پول عدم الزام صندوق ها به خرید اوراق بدهی دولتی ارائه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در جهت رفع نیاز آنها به فروش سهام در بازار و پذیرش سهام به عنوان وسیقه تسهیلات از جانب بانک های عامل این پیشنهاد خوبیه این پیشنهاد خوبیه منطقی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها با توجه به نرخ با ارز در سامانه نیما اوکی عدم اتخاذ تصمیم به قوانین جدید اینو که حتما اوکی سپرده گذاری مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یک سال در صندوق توسعه بازار تو نامه اول استدلال شده بود که همه بخش اقتصادی دارن مالیاتشون رو با یک سال تأخیر پرداخت میکنن چرا فعالای بازار سهام مالیاتشون رو با تأخیر پرداخت نکنن قافل از این که اون مالیاتی که دارن مقایسه میکنن با این مالیات مالیات بر درآمد این مالیات بر نقل و انتقال اینو میخواین مقایسه کنید با وی‌ای‌تی با مالیات ارزش افزوده مقایسه کنید ها ما فعالای بازار سرمایه امروز و دیروز نیست ما که معافیم از پرداخت مالیات ما فقط مالیات نقل و انتقال میدیم ولی باشه قبول این پوله رو برداریم بیاریم سهم بخریم باش و تمام این پیشنهادهایی که مطرح شده در, واقع پیشنهادها اینجوریه پول چاپ کنید بریزید تو بازار که ما از این منجلاب بیایم بیرون بعد انگار نه انگار که بقیه بازار هم تحت تاثیر قرار میگیرن می کدوم فعال بازار سهامی حاضر نقدینگی دوبل بشه ولی بازار مثلا سهمش از ضرر بیاد بیرون بعد بقیه بازارا عین مثلا موشک پرواز کنه آخه این چه منطقیه آخه چرا واقعا بریم سراغ کامنت ها قبل از اینکه بریم سراغ بازار امروز یکی از دوستان میگه آره منم میترسم جریان بورس و مؤسسه مالی دوباره تکرار بشه بله خاطرتون هست 40 هزار میلیارد تومن اون موقع عدد کمی نبود که اومد روی پایه پولی به عنوان پول پرقدرت اومد تو اقتصاد چرخید و اون در واقع نابسامانی هایی که بعدا تو سال 96-97 خودشو نشون داد در سال 98 خودشو نشون داد همون مقتعی که خودشو نشون نداد الان هم پول بپاشیم تو بازار که سهما بیان بالا بریم سراغ بازار من کامنت ها رو ندارم انگار کامنت ها آپدیت نمیشه قد شده بود برنامه <applause> میفرمایند راهکار راهکار بگو انتقاد علکی فایده نداره ببینید الان بازار به یک وضعیتی افتاده که شده یک کلاف سردرگمی که واقعا هیچ کس نمیدونه با چی کار کنه من قبول دارم که الان راهکار دادن کار آسونی نیست ولی آخه این راهکارهایی که اینجوری تورم یعنی در واقع یه مفهومی داریم توی اقتصاد به نام تورم پولی البته بیشتر توی نرخ دستمزد کارگرا مطرح میشه که کار در واقع توی رکود بزرگ هم توسط کینز مطرح شد اولین بار در سالهای 1930 در رکود بزرگ اول میگه که آدم ها فقط به این نگاه میکنن که حالا من ساده و خلاصه خدمت خدمتتون میکنم آدم ها به این نگاه میکنن که پول تو جیبشون بیشتر شده دیگه به این نگاه نمیکنن که قدرت خرید پولشون کم شده بفرمایید همون موقع اگر راجب خدمت شما ارز کنم دامنه نامتقارن ما موزه میگرفتیم الان این دوست عزیزمون اون بگه که تو هم داری از پنجا نون میخوری اون موقع هم در واقع به دل دوستان اومدیم هیچی نگفتیم به خاطر اینکه کلیت بازار خوشحال بود از دامنه نامتقارن دامنه نامتقارن که بازار رو قشن قفل کرد همه دارن فقط بازار رو تماشا میکنن الان هیچی نگفتیم الان هم این پیشنهادها داره مطرح میشه طبیعیه چون آدم ها اینجوری فکر میکنن که پول بپاشیم بازار جمع میشه ما هم از ضرر در میاییم خب کی ناراحت دیگه همه خوشحالن ولی دیگه از اون برای نگاه نمیکنن که چه تاثیر تورمی تو اقتصاد میذاره میگن اعصابت خرابه امروز نه ببخشید اگر تون صحبت میکنم نه موضوع اینه که واقعا دل سرد میشه آدم از اینکه میبینه همکارانش چنین نامه های در واقع بی رو برمیدارن امضا میکنن و ما هم تو قطار همین دوستانیم دیگه میگن چه اتفاقی باید بیفته که بازار منطقی بشه خدمت شما ارز کنم که ما فکر میکنم از یه مقطعی به بعد دیگه واقعا, واقعا, واقعا باید برگردیم به اصول اصول میگه که شما بازار رو راحت بذارید دستکاریش نکنید بله ممکنه نوستان عجیب غریب بده ممکنه خیلی ها سنگین بکنن ولی بازار دوباره راه خودش رو پیدا میکنه من یه مثالی براتون بزنم از بازگشایی پالایشی ها سال 94 سال 93 اسفند 93 یا 94 بود سالش یادم رفته خاطرتون باشه سر قضیه کیفی سازی اینا نمادشون یک سال متوقف بود وقتی باز شدن با 50 درصد افت قیمت باز شدن بعد یک ماه نشد که برگشتن سر قیمت های خودشون بازار باید هیجانش تخلیه بشه کسانی که واقعا معتقدن که بازار سهام اینجا نمیارزه باید راه رو براشون اتفاقا باز کرد که بفروشن خارجشن بازار به تعادل برسه نه اینکه اینجوری قفل بشه اگه بازار نمیارزه اجازه بدیم بیاد پایین اشکالی نداره اگه پورتفوی من شما هم تو بازاره از همه در واقع فعالای کوتاه مدت بازارهای مالی که سوال بکنید حتما همه بهتون همینو میگن که سود و فرصت در بازارهای نقد شونده است نه در بازاری که قفل میشه الان همه نشستیم دست به سینه داریم بازار رو تماشا میکنیم با اینکه با اینکه الان دوستان دارن خدمت شما عرض کنم که باز ناراحتن باور بفرمایید با همین مفروضات امروز با حتی دلار پایین تر از اینها من میتونم 50 تا سهم اسم برای شما ببرم که سهم ها میارزن واقعا میارزن حالا با, با دوره نگهداری متفاوت خب میارزن چرا باید ن... ارزش نداشته باشن اجازه بدیم بازار هیجانش تخلیه بشه ما بازار رو که در سال گذشته که نابود کردیم دیگه این نابودی رو ادامه ندیم بذاریم هیجان و بازار تخلیه بشه فرصت ها دوباره خلق میشه افراد هم دوباره در واقع در فرصت های مقتضی میتونن در واقع برای خودشون آه. یه ممر فراری پیدا کنن حداقل بله میگن که من گفته بودم واسه پهر میارزه الان هم میگم میارزه من حالا دوستان هی میخوان من اسم ببرم شما برید سهم آتیه آتی سرمگذاری آتیه رو ببینید با نماد واتی. همین الان پی بی نیویش 45 درصده یعنی نصف ارزش داراییاش داره مقایسه میشه یعنی از اینجا بازار سهام نصف هم بشه و آتی تازه میشه مثلا 90 درصد نیویی راجع بیمه البورس صحبت کردیم راجع به ملی مصر صحبت کردیم راجع فولاد و مبارکه صحبت کردیم خب اینا کی گفته نمیارزه بله حالا تو کوتاه مدت ممکنه توی بازار یه نوسانی اتفاق بیفته بالاشم پایینشم اینا درسته ولی شما دی پی سی بهشون نگاه کنید الان بازار یه جوریه که مثلا همین الان نگه البته مشروط بر اینکه قیمت جهانی هم اینجا بمونه ها قیمت جهانی اینجا بمونه شما بعد مثلا این سهم‌ها رو بخرید دو تا مجموعه باشون برید بعد ببینید بازدهی که به دست میارید بازدهی بازار سهام بهتره یا سپرده بانکی من که بحثی ندارم بازار اینجا میارزه خیلی از نماده 50 تا سهم میتونم براتون اسم ببرم ولی این شرایطی که پیش بردن هی هر روزم دستکاری خدمت شما ارز کنم که سیاست های تحریک فرو در واقع اینجوری بگم محدود کردن فروش به جایی نرسید الان میخوایم تحریک سمت تقاضا بکنیم که حالا اونم با ابزارهای عجیب و غریب که البته من فکر نمی کنم مثلا به این مسائل به این موضوعات کسی وقعی هم بنهه ولی باعث ناراحتی دیگه فعالای بازار سهام چرا باید اینقدر سطحی نگاه کنن مگه ما دلال دلاریم مگه ما دلال تلاییم مگه ما ببخشید اسخای میکنم با احترام به همه فعالان بازار ملک مگه ما بنگایی هستیم ما اومدیم سرمایه گذاری کردیم سهام شرکت ها رو خریدیم ما در تولید شریک شدیم ما که دیگه نباید با اون ادبیات صحبت کنیم میگن سمت عرضه از سمت حقوقی هاست دارن سهم رو خراب میکنن بله حقوقی هم میفروشه حقوقی فرقی با من شما نداره اون هم بازار ترسیده اونم داره میفروشه ولی شما تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رو نگاه کنید روزی 500 میلیارد تومان حقیقی ها دارن از بازار خارج میکنن اجازه بدید نپذیرم که تقصیر حقوقی هاست. کل بازار داره میفروشه دیگه <تصحنت> میگه خب مرد حسابی تکلیف مردمی که 80 درصد ضرر کردن چی میشه این سوال سوال سختیه ولی حتما راهش این نیستش که نقدینگی پمپاش بشه و زیان این دوستان از جیب کسانی پرداخت بشه که اصلا روحشون هم از وجود بازار سهام اطلاع نداشته یه دوستا، یکی از دوستان میگن گرست نشده اصلا یکی از دوستان میگن که هدف از بازارگردان چیه پس آخه بازارگردان هم اومدیم دستور الاماله عجیب غریب براش گذاشتی نمیتونه بخره نمیتونه بفروشه وقتی بازار انقدر فروشنده است بازارگردان دیگه نباید بیاد اینجاها بخره که پولش ته بکشه باید اجازه بدن قیمت بیاد پایین نه دوست عزیز میگه الان ما مقصر شدیم نه بحث مقصر نیست ما هممون ببینید این اجازه بدید از لفظ قمار استفاده کنم این قماری که روی بورس از اول 99 اتفاق افتاد یک جنون دست جمعی بود ما هممون با هم این اشتباه رو کردیم دولت اشتباه کرد سازمان اشتباه کرد هممون قمار اشتباهی روی بازار کردیم خب ضررش هم داد بعد بدیم دیگه یعنی این بازار پس کجا میارزه یعنی منظور شما شاخص 800 ببینید وقتی که بازار رو اینجوری گروهی مثلا کل بازار رو یه چشم نگاه میکنین بله ممکنه مثلا شاخص باید عدد پایینتری هم ببینه ولی واقعا تو همین بازار فرصت های مناسب جهت سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت هست دلیلی نداره اگر مثلا من فکر میکنم مثلا پالایشی نمیارزه بانکی هم نیارزه. دلیلی نداره اگر فکر میکنم بانکی نمیارزه تازه بانکیار هم همه رو نباید به یک چشم دید پالایشیارم هم همه رو نباید به یک چشم دید اینا هر کدومشون مختصات مختلفی دارن هر کدومشون قابلیت ها این شرکت ها هر کدومشون واقعا اینجوری ها یعنی مثلا شما یه گروه که میشینی بررسی میکنی دیگه فکر میکنی رو اون گروه مسلط شدی بعد شرکت به شرکت که با هم مقایسه میکنی میبینی ای بابا در این حال که اینا تو یه گروه توی یه صنعت چه تفاوت های قابل توجهی هم دارن؟ میگه اگه به شما باشه شاخص 300 رو دوست دارید الان شاخص شو 300 هزار واحد همه شما از هر جایی که بتونید پول جور نمیکنید سهم بخرید والا میخرید حتی اگر خودتون تو بازار ضرر کرده باشید میگه ارزونی بده ارزونی یعنی که فرصت سرمایه گذاری دیگه نه ولی به ما باشه اینجوری نیستش که میگیم شاخص حتما تا 300 هزار واحد میره من میگم شاخص میتونه پایین تر بیاد ولی همین الانش فرصت سرمایه گذاری به اندازه کافی هست هی hey, میگن سهم بگو من میدونید دیگه آخه سهمم بگیم فردا داستانی پیش میاد بعد همه میان از چشم ما میبینید بریم سراغ جزئیات بازار امروز خیلی سرتون رو درد آوردم ببخشید عذرخواهی میکنم شاخص امروز 900 واحد بیشتر منفی نخورد در واقع فملی و فولاد شاخص رو یه جورایی نجات دادن فملی و فولاد هر کدومشون به ترتیب 2300 واحد 1450 واحد شاخص رو مثبت کردن یا اینجوری بگم از افت بیشترش جلوگیری کردن ملی مصر رو امروز هم حقیقی خرید هم حقوقی تغییر مالکیت جدی بین حقیقی و حقوقی توی ملی نداشتیم واقعا با این قیمت های عجیب و غریب جهانی مثل 9700 دلاری حالا راجع به این بحثه که این قیمت ها میتونه بمونه یا نمیتونه بمونه اما اگر همین قیمت رو ما گیون بگیریم و فرض کنیم که میمونه ملی الان پیبه ایش اومده رو سه مرتبه پی فورواردش به شدت ارزنده است اینجاها مگر اینکه قیمت مثل بخواد تو بازار جهانی بریزه مگر اینکه دلار دیگه جدی بخواد بره بشه 15 هزار تومن به همون جا بمونه شاید هم بازار از همین میترسه که اینجاها نمیخره ولی با مفروضات فعلی فملی فولاد اتفاقا ارزندن 60126 تومن امروز یه رنج کشی تو 60 داشتیم توسط حقوقی ها خدمت شما ارز کنم که مدت هاست که شستا داره اینجا درجا میزنه و خب فاصله گرفته از اون شستایی که ما معتقد بودیم گرونه به نظر میاد که تا اینجا نه گرونه نه ارزونه که گل تاثیر منفی نوری تاثیر مثبت پتروشیمی نوری از اون پتروشیمی های جذاب ای پی ساز مثل حالا پتروشیمی تندگویان از اون پتروشیمی های سودساز جذابه حالا مورد توجه قرار گرفتن امروز نوری مورد توجه بوده شگویا مورد توجه بوده آریا ساسول مورد توجه بوده هرچند که تعداد این سهم هایی که مورد توجه بودن تو مثبت معامله شدن یه جورایی یکم حجم خوردن <تصفح> ببخشید زیاد هم نبوده نقشه بازار حالا با هم میبینیم ایران خودرو رو, رو صفحه فروش معامل حجم خورد امروز اما خساب ها این اتفاق براش نیفتاد خودرو یه مقداری بالا هم اومد تا 206 تومن هم بالا هم اومد و بعد دوباره برگشت رو محدوده 202 تومن برکت با در واقع خدمت شما ارز کنم که یه رنج مثبت تو همون محدوده 3200 تومن داره معامله میشه شستا رو که گفتم و از این وقت تو فرابورسی مارون منفی آریا مثبت شگویا مثبت زوب و کگوهر منفی هرمز مثبت و عرفه هم منفی تاثیر منفی این مقدار جزئیات بازار هم امروز ببینیم چقدر وقت داریم بیشترین رشد قیمت رو تو نمادهای بورسی امروز نوری داشته فجر داشته فمیلی داشته برکت شستا فولاد و فخوز در طرف مقابل خبهمند شبریز شبندر و اعتبار خسابهاش بهران و شتران بیشترین افت قیمتی رو تجربه کردن در واقع سنگینترین صفای فروش هم همین جاها بود سنگینترین صفای خرید برای سیتا چیده شده بود سرمایه گذاری سیمان تامین سپاس و پارند و کارین که صندوقن هیچی راجبشون صحبت نکنیم صفحه خرید سنگین نداشتیم امروز به طور متوسط 7000 میلیارد تومان حجم ارزش صفهای فروش بود در طرف مقابل کویر صف فروش سنگین قصابت صف فروش سنگین کازر خزر سیمانسفید سفید نیریز خسابا و قدام صفهای فروش سنگین در پایان بازار بیشترین ارزش معاملات برای دارایی کم اتفاق افتاده 350 میلیارد تومن پالایش 240 میلیارد تومن اینا رو هم دیگه هلوش 600 میلیارد تومن معامله شدن کل بازار به غیر از این دوتا هم یه چیز حلوش 2000 میلیارد تومن ارزش معاملات بوده که بسیار ارزش معاملات پایینیه معامله بلوکی وپاسار داشتیم 200 میلیارد تومن بعد از اون شپنا خودرو و فمیلی بیشترین ارزش معاملات رو ثبت کردن با اینکه اینها اومدن در صدر ارزش معاملات قرار گرفتن نسبت به میانگین میان مدت ارزش معاملات روزانهشون خیلی دارن کم حجم میخورن و این یه مقدار نگران کننده است البته اینم در نظر داشته باشید که قیمتاشون به شدت پایین اومده خودرو, خودرو که دیگه داره توی محدوده زیر 200 هم معامله شد کی فکرشو میکرد که خودرو ممکنه زیر 200 تومن معامله بشه حالا خورده اونجا یه مقدار برگشته حجمی هم نگاه کنید باز خودرو و تجارت خساب ها و به صادر و خبهمن بیشترین حجم معاملات رو داشتن بریم سراغ گراف های تولیدی ما 6.2400 امروز 2133 میلیارد تومن ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در بازارهای عادی بورس و فرابورس بوده 600 میلیارد تومن هم که پالایش یکم و دارای کم بوده که اینا رو باش میتونید جمع کنید میتونید جمع نکنید بیشترین ارزش معاملات امروز برای شپنا اتفاق افتاده تو کل بازار ارز میکنم بورس و فرابورس بعد خودرو بعد فملیه بعد برکت بعد وپاسار بعد شتران بعد شستا و تجارت فولاد نوری پترول و و ملت که وقتی که میرسیم به رتبه دهم ده یازدهم هم به بعد دیگه ارزش معاملات نزدیک های میشه یعنی اینکه انگار که بخش عمده بازار داره تو همین نمادای بزرگ و شاخص معامله میشه تغییر مالکیت رو ببینیم تغییر مالکیت امروز 329 میلیارد تومن بوده حقوقی از میکنم. حقیقی به حقوقی در واقع حقوقی ها همچنان مسیر خروج رو یا فرار رو برقرار دارن ترجیح میدن توی فقط یک و دو سه چار پنج شیش هفت هشت نه روز کاری گذشته فکر میکنم سه چار میلیارد تومن حقیقی از بازار نقد کردن و رفتن امروز این 329 میلیارد تومن 15 درصد ارزش معاملات بوده هنوز واقعا تحرک جدی بین حقیقی ها دیده نمیشه حقوقی ها هم چی که دارن میخرن میبینید که دارن منفی میخورن دیگه چی رو نگاه کنیم؟ آها امروز ورود پول حقیقی به نوری داشتیم در حد 30 میلیارد تومن 12 میلیارد تومن 60 تا 6 میلیارد تومن فجر 6 میلیارد تومن حسینا بقیه همه 2 میلیارد تومن عددهای کوچیک کوچیک در طرف مقابل حقوقی وپاسار داره وپاسار رو همچنان میخره وپاسار رو دقت کرده باشید از سقف تاریخیش فاصله چندانی نداره به نظر میاد تا 1440 50 با این وضعیتی که داره میره جلو رشد کنه البته الان هم 1370 تومنه بازارگردانی تو وپاسار به نظر من مثال زدنیه هم نقد شونده است هم یک روند باثباتی داره بعد از اون خساب که 34 میلیارد تومن خروج داشتن در واقع تو خساب ها اومد یه رنجکشی اتفاق بیفته اما حقیقی ها سنگین فروختن میتکو همینطور بانک صادرات همینطور میتکو هم عین وپاسار این دوتا دارن با همدیگه دیگه بازارگردانی میشن خدمت شما ارز کنم که و تجارت و پارس شتران خودرو که گل تاسیکو و کچاد اینا خروج نقدینگی داشتن سنگین ترین خروج رو اگر بخوایم گروهی حساب کنیم 117 میلیارد تومن حقیقی ها. توی بانکیا بیشتر از اینکه خریدار باشن فروشنده بودن یعنی 117 میلیارد تومان خروج حقیقی از بانکیا 53 میلیارد تومان از و 44 میلیارد تومان از پالایشیا 32 میلیارد تومان از معدنیا و 31 میلیارد تومان از فلزیا همچنان وضعیت بازار جالب نیست نقشه رو با هم نگاه کنیم این نقشه یه مقدار خوشحال کننده است که میبینیم مثلا 4 تا نماد مثبت با ارزش معاملات خوب تو بازار داریم می‌بینیم که میشن شستا و پترول و برکت و فملی و بانک ملت و نوری و فولاد و اینها که قیمت آخرین معاملاتشون اینجا لحاظ شده فجر و فخوز و آریا و اینها ولی همین که این نقشه رو یکسان میکنید و با اندازه یکسان نگاه میکنید میبینید که وضعیت بازار چقدر قرمزه قرمز تک و توکیه مثلا یه چیزایی هم سبز هست دیگه و وضعیت بازار همچنان جالب نیست این بود از در واقع این بود گزارش امروز بازار همچنان بازار رو تکنیکالی نگاه نکنیم بهتره به خاطر اینکه قیمت ها به شدت خدمت شما ارز کنم که قیمت ها به شدت دستکاری میشن بله دیگه نکته دیگه ای نیست خیلی ممنون انشالله فردا روز سهشنبه ساعت 16 در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهم بود تا اون موقع شما رو به خدا میسپارم خیلی مخلصیم خدا نگهدار